در حاشیه سیزدهمین نشست سالانه مشترک اتاق تجارت افغان امریکا، شمار از تاجران و سرمایه گذاران از وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کردند. این افراد باور دارند که افزایش حملات اخیر مخالفان مسلح باعث شده تا علاقمندی برای سرمایه گذاری در افغانستان کاهش یابد. اما مقامهای دولت افغانستان تاکید می کنند که آنان در زمینه تأمین امنیت بیشتر تلاش خواهند کرد. متن کامل گزارش. سیزدهمین اجلاس سالانه مشترک اتاق تجارت افغان امریکا اخیراً در واشنگتن برای سر روز برگزار شد. در این نشست برخی از مقامهای دولتی افغانستان، مقامهای دولتی ایالات متحده امریکا، سفیر افغانستان در واشنگتن و شمار زیادی از تاجران و سرمایه گذاران از کشورهای مختلف شرکت کردند. در این کنفرانس سر روزه در رابطه به مسائل چون معادن، مخابرات، انرژی، زراعت، فراهم آوری تجارت‌های کوچک برای زنان، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و همچنان چالش‌های موجود در این زمینه بحث و تبادل نظر شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدیویی سرمایه‌گذاران خارجی از جمله سرمایه‌گذاران آمریکایی را به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در عرصه‌های مختلف در افغانستان تشویق کرد. آقای غنی در این پیام از دولت و مالیات دهندگان امریکا به خاطر کمک‌هایشان برای افغانستان سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور افغانستان از پیشرفت‌های اقتصادی در این کشور از جمله از پروژه‌های تاپی، خط آهن افغانستان با کشورهای آسیای میانه، بهره‌برداری از بندر چابهار و همچنان میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری از سوی شرکت الکوزای و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دیگر در بخش تولید برق نیز سخن گفت. غنی تأکید کرد تا جوانان را در رأس کار قرار داده و همچنان با برنامه‌های اصلاحات و مبارزه با فساد اداری و همچنان فراهم آوری سهولت‌های بیشتر زمینه‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور را تقویت کند. این در حالی است که اخیراً مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل شاهد عملات خونین بوده که باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها تن گردیده است. شمار از تاجران و سرمایه‌گذاران در حاشیه سیزدهمین اجلاس اتاق تجارت افغان امریکا در گفتگو با من نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد نگرانی‌هایشان را از وضعیت امنیتی افغانستان اعلام کرده و مدعیان که این مشکل باعث فرار برخی سرمایه‌گذاران و تجار از افغانستان شده است. ما آجی عبدالله صدرخیل رئیس افغان بزنس کونسل در امارات فکر نکنم که تا که امنیت نبیاید کسی اونجا سرمایه گذاری کنه. تاجرای خارجی را خبان که داخلی نمیتونن که سرمایه گذاری کنن از این بی امنیتی را. جناب الکوزای خوش آمدین. طبیعی است که امنیت یکی از چالش عمده و اساسی از افغانستان نه تنها در سکتور اقتصادی بلکه در سکتور یک مشکل وجود داره. من تو ما خوشبین هستیم. همین فشارهای اخیری که بالای پاکستان آمده این یک پیام بسیار مثبت است. خب جناب یاسینی خوش آمدین. چه خبر بود افغانستان؟ والا افغانستان خو دیگه راستی که یک ذره مشکلات زیاد است. نظر به وضع امنیتی در افغانستان یعنی بسیار یک ذره مشکل است که سرمایه‌گذارا بخواهن بیان در اونجا سرمایه‌گذاری کنن. آیا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان درد دل آوز جی مادرها را که فرزندایشان از دست میتن رابط شدین رساندین چون دست هر کس به گریبان رئیس جمهور نمیرسه؟ متاسفانه تا زمانی که یک رهبریت درست نباشه، یک رهبر با مسئولیت نباشه و مسئولیت تمام ملت نگیره، فکر نکنم که ما از لحاظ از اینکه امنیت بهتر داشته باشیم خوب شوه. و یگانه رهبریت خوب نیست، رهبریت با یک فرد نمیشه. متاسفانه مو انفجار رخ داد، متاسفانه خدا کنه که آخریش باشه. امیدوار هستیم. فرشته خوشبخت هستم. اعلان که افغانستان امنیت خیلی رو به خرابی روز به روز خراب شده میره. دیگه این تاریا مخصوصا به کابل خیلی جای تشویش و نگرانی است. دیگه نمیدونم چی کار کنم. خوشبین هستم په دې خاطر چې زموږ خلک افغانان چې جی په بزنس کې ډېر فعال دي، نو که څه د سکیورټي لږ مشکلات شته اما بیا هم امید لرو چې سرمایه ګذاري به وسي. Have you been in Afghanistan? I lived there for many years. Security is the number one issue for our membership, which are both Afghan and American companies.
We're very happy to announce that we'll be awarding Dr. Ehsan Bayat with our AACC Leadership Award for his industry leadership across multiple sectors. He has a number of other successful businesses, also including Ariana TV, which I know you worked for many, many years. I'm Amin Yurush, I'm the Tijarati and Marketing Com Group. Adam Amniyati Kuli, what is your role in your work? مشکلات امنیتی در افغانستان خب طبعا تاثیر خود داره، اما ما میبینیم که روز به روز مسافر ما بیشتر میشه، سکتورهای خارجی ما وسیع‌تر میشه، پروازهای ما بیشتر شده. رئیس The most beautiful خبرنگار افغانی. Only beautiful. The most beautiful and active و accurate in everything that she does, especially reporting. Unbelievable. فارسی هم بلد هستیم. واقعا چی طور است نظیر جان که ما فعالیت‌های خود از بسیار وقت متوجه بودیم، تا وقتی که داریانا بودین یا فریلنس هستین یگانه خبرنگار کمیت اف رایت تو دی پوینت اکتیو نام خدا بیوتیفول و فعال در کمیونیتی ما بودین و ما مطمئن هستیم به شمول ما تمام جامعه سر خود افتخار میکنه کمیت یک فرزند یا دختر از افغانستان است که معلومات افغانستان است، سوالای افغانستان است، پوینت هایی که مربوط افغانستان میشه به صورت درست، دقیق و همه‌جانبه خبرنگاری میکنه. ما میگم با آن چشمی که میبینی تو ما را، اما آن چشم است که میبیند شما را. اسم ما عزیز امیری است، ریاست اتاقهای تجارت یا بزنس کانسل کانادا افغانستان به عهده دارم. تشکر. خود کشور کانادا چقدر متعهد است که همکاری هایش به افغانستان ادامه بده و تا چه زمان ادامه میده؟ ولی کانادا دو وقتی که در افغانستان اساکرش بود بسیار متعهد بود، فعلا هم متعهد است و از امو خاطر است که ما را امروه این کنفرانسی که در ماه سپتامبر به خیر ما می داشته باشیم کمک کردن. دان ویتر، فرمر کانگرسمن، بین انوالد ان افغانستان فور اولموست 40 years. خود تو اکشیز واضح است و یک رول عمده داره در قسمت سرمایه‌گذاری در افغانستان. مگم امکانات نو تجارتی اگه باشه خود افغانای ما اگر همکاری کنند در سکتورهای مختلف بازم علاقمند هستن کمپانیایی که بخواین سرمایه‌گذاری کنند در افغانستان با شمول مشکلات سکیوریتی. ایران و سرمایه‌گذاران از دولت افغانستان میخواهند که برای آنان فضای امن را فراهم کرده تا بتوانند با خیال راحت به سرمایه‌گذاری ادامه دهند. در این حال برخی مقام‌های دولتی افغانستان و شمول دکتر حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن که در این اجلاس شرکت کرده بودند میگویند دولت افغانستان سعی دارد تا شرایط امنیتی در افغانستان بهتر شود. آنان همچنان برگزاری این اجلاس را در زمینه جلب سرمایه گذاری های بیشتر در افغانستان مفید می دانند. دکتر حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن هم حضور دارد. سفیر صاحب سلام علیک. سلام علیکم سه، بخیر باشین. در مورد مشکل امنیتی که اوضاع وخیمتر شده میره، چی فکر میکنین که ایالات متحده امریکا مو پالیسی ها یا رابردهای جدیدش ادامه میده، مخصوصا با رأی اعتماد گرفتن مایک پامپیو که از رای نظامی حل مسائل افغانستان همیشه تاکید داره کرد؟ این پالیسی ساوت ایجا برای افغانستان تا بال موثر بوده و ما میخواهیم که این پالیسی دوام بکنه تا یک وقتی که همون نتیجه ای که ما میخواهیم از او حاصل کنیم و نتیجهش آرامی، صلح و ثبات در افغانستان است. شما خبرنگار بسیار معروف افغانستان هستید، همیشه پیام های شما را، برنامه های شما را، اخبار اطلاعاتی که شما تقدیم میکنید بر افغان ها، بر جامعه جهانی، بر مردم هم را میشنویم تقدیم بگیم. حمیدالله فاروقی و فعلا رئیس پانتون کابل هستم و در این حال مشاور ارشد رئیس جمهور در بخش تحصیلات عالی هستم. دشمنان قسم خوردی ملت هنوز هم از ریختاندن خون افغان سیر نشدن و یکی از آرزومندی های از اونا طبعا ایجاد دهشت و وحشت است که یقین دارم سرمایه گذارا در رابطه با مسائل امنیتی بسیار حساس هستند، چون خود امنیت و عدم امنیت تاثیر بسیار مستقیم سر قیمت سرمایه گذاری و سر نتایج سرمایه گذاری داره. اما بیاد داشته باشیم که سرمایه گذارها در همه طور حالات مشکلات و چالش ها را برای خود فرصت می دانند. و شما یکی از شخصیت هایی بودین که طی 13 سال گذشته در انعکاس نتایج حاصلی کنفرانس ها و در پروموت ساختن این کنفرانس ها نقش بسیار ارزنده را بازی کردین. ما با وجود شما هم افتخار می کنیم. واقعا با وجودی که دور از وطن بودین، اما همیشه خوبی های وطن، انکشافاتی که در وطن صورت گرفته او را از طریق مطبوعات و از طریق در سطح بین المللی شما انعکاس دادین. بی جهت نیست، میگه بی وطن نیست، غریبی که کند یاد وطن.
در وطن بوده به یاد وطن به وطن است. دستاوردهای را حکومت وحدت ملی طی 2-3 سال گذشته داشته و ما هم از دید سکتور خصوصی زمینی مناسبه که برای تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده روی از موضوعات بحث خواهیم کرد، صحبت‌های خواهیم کرد. محمود شاه حبیبی هم ده های چلند خپلواکی در مشهر، خصوصا چې مرسنګ کولای سو چې سرمایه‌گذاران افغانستان ته را جلب کو، خصوصا په بخش د هوانوردی کې دیو کولای سرمایه‌گذاری وکړي. امریکا جناب سلیمان لطفی خود می اکسپورت امپورت می باشد در قسمت انرژی، در قسمت زیاتر می اکسپورت و انرژی ما زیاتر فوکس می داشته باشیم از سالای گذشته کرده. جناب فضل رحمان فاضلیار مستشار سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی، ما متوجه بودم که صبح وقت که اینجا بودن قضایا و مسائل بسیار پیگیر تعقیب کردند. در خصوص پیام رئیس جمهور غنی نقطه نظر دارین؟ تباشیم. بله، رئیس جمهور در پیامشان تمرکز به این داشتن که بله آنچرا که سکتور خصوصی افغانستان و آنچرا که نهادهای بین المللی سرمایه گذار در افغانستان توقعش داشتن همانا ایجاد ریفورم و اصلاحات مجدد بود. این ریفورم چی بود فاضل یار؟ این ریفورمی است که در عرصه های حقوقی، در عرصه های یک سلسله موانعی وجود داشت که سرمایه گذارهای بین المللی نگرانی داشتند، از لحاظ پروسسی لایسنسشان، جوازشان و ای که چطور در افغانستان بتوانند امو فعالیت های سرمایه گذاریشان لنچ بکنند. در این اجلاس جایزه ویژه اتاق تجارت افغان امریکا به دکتر احسان الله بیات رئیس بیات گروپ با عنوان یکی از سرمایه گذاران بزرگ و موفق در افغانستان تعلق گرفت. آقای بیات یکی از سرمایه گذاران بزرگ در افغانستان می باشد که در کنار عرضه کمک های اجتماعی به نیازمندان در افغانستان در بخش های رسانه ها، مخابرات و همچنان به تازگی در بخش برق رسانی سرمایه گذاری کرده است. مقام های اتاق تجارت افغان امریکا از جمله سلیمان لطفی از کارکردهای دکتر احسان الله بیات در زمینه های برنامه های خیریه و همچنان سرمایه گذاری های بزرگ قدردانی کردند و او را الگوی خوب برای سایر سرمایه گذاران عنوان کردند. وایس جان عبیبزای یک تن از تاجرای ملی کشور ما با ما است. تشکر نزیر جان قند از همه، تشکری میکنم که همیشه خدمت ملت افغانستان بودین و بسیار یک ژورنالیست ورزیده افغانستان هستین، جای بسیار افتخار است. زن بسیار شجاع و یک خواهر نازنین به همه ملت افغانستان هستین و جای افتخار است به همه افغانا که مت یک سی او یک کمپانی میتونن که یک جایزه بزنس خوب را به دست بیاره. با هر دلی که شاد شود شاد می شوم، آباد هر که گشت من آباد می شوم. خب جناب صابر فرمند معاون اتاق تجارت افغان کانادا، خوش آمدین با واشنگتن. شما میل در مجلس تشریف دارین که جناب دکتر احسان الله بیات رئیس بیات گروپ جایزه بسیار پرمسمای را از طرف اتاق تجارت افغان امریکا دریافت کردن. ببینین آقای بیات سال هاست که در افغانستان خدمت کرده، به نقاط بسیار دوردست افغانستان رفتن، کمپل بردن بر مردم در مواقع بسیار بد و شدید، سرما در دیگر در تابستان زمستان هر جی لازم بوده. یعنی اونا هر رقم جایزه که برشان داده شوه از دگاه همون جایزه به اصطلاح Humanitarian Award اونا باید داده شوه و واقعا شخص هستن که قابل گرفتن همی جایزه هستن. جناب زمانی شما در مورد کارکردهای آقای بیات چی گفتنی دارین؟ تمام خدماتی که آقای بیات در افغانستان کردن، افغان بی سی ام یا ارگانهای دیگه که کار میکنن و خاصتا همی کسایی که کمک میکنن برشان واقعا خدمات خیلی زیاد است. دکتر سبیاد گفتن که به حکومت افغانستان زیادترین تکس در افغانستان رو نامیتن. ما یقین دارم که ارگانیزیشن بسیار خوب و موفق دارن، داویو 6000 نفر برشان کار میکنن. ما یقین دارم که مستحق هستن که جایزه رو بگیرن و امیدوار است که اینا در مؤسسات و کارهای خیریه که تذکر دادن او توجه زیادتر مبذول کنه، چرا مردم ما در این مرحله از همه چیز که به کار ضرورت داره. انجینر صاحب احسان الله بیات لیاقت زیر دارن که باید همچنین ایوارد برشان میدادن. بینایت شکر جناب صدر خیل. خب نگفتن امانه که جناب سلیمان لطفی رئیس اتاق تجارت افغان امریکا 13 سال متواتر است که این کنفرانس بزرگ و با اهمیت رهبری میکنه، زحمت میکشه و در جمع کردن سرمایه گذارای داخلی و خارجی بسیار کوشا است. اونا را تشویق میکنن تا در هر گونه شرایط در افغانستان سرمایه گذاری کنن.
از آقای بیات اندستری لیدرشپ اوارد بوده که اونا اولین با اوارد بزنس اف دی ایر اوارد ای سی سی رو گرفتن که رای دادن میشه برای اینکه در قسمت می امسال در انرژی مثل که سالهای قبل در قسمت افغان وایرلس و تلکام و در انرژی اینوستمنت که پروژکت کار کردن ما فقط خواستیم یک ریکگنیشن اوارد بود یک تشکری و یک یادبرد بود که اونا برشان تبریک میگیم. در این حال عتیق الله نصرت رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید آنان تلاش دارند تا زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان را بیشتر فراهم کنند و همچنان از ایجاد سهولت ها برای تاجران و سرمایه گذاران خارجی در افغانستان و همچنان اصلاحات جدید در این عرصه سخن گفت. از این که همه نتانستن ویزی امریکا را به دست بیارن اشراک کرده نتانستن امیدوار هستیم که در سالهای آینده این مشکل ویزا نیز از طریق مجرای دیپلماتیک و حکومت‌های ما برای سکتور خصوصی باید حل شود. البته 13مین اجلاس اتاق تجارت افغان امریکا امسال در حال برگزار میشه که عدم امنیت کلی افغانستان فرا گرفته چنانچه هفته قبل ما شاهد عملات انتحاری بودیم دیده شده که با توجه به عدم امنیت کلی در افغانستان هنوز سرمایه گذارهای خارجی علاقمند سرمایه گذاری به افغانستان هستند یعنی نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد هتل انترنشنال دونالد ترامپ واشنگتن دی سی.